جام سرنگین این بچه مریض کلیویه، موندن تو بازداشتگاه براش خطرناکه. هفته دو بار هم باید بره زیر دستگاه دیالیز. مدارکشو دادیم خدمتتون. بله میدونم، واسه همینم از که توی یکی از اتاقای کلانتری نگهش داشتن. البته با اجازه قاضی ما اینو دیروز با یه مأمور فرستادیم دیالیز. دیگه بیشتر از این کاری دستمان بردیم. شما باید وضعیت علی رو در نظر بگیرید. به هر حال تصادف پیش میاد دیگه. کسی که پسر شما بهش زده الان تو اقماس. اگه خدایی نشرده اتفاقی برای اون جوان بیفته نمیدونن چیکار باید بکنه. یاده بیداد، یعنی اینقدر حالش بده؟ بله متاسفانه شرایطش هم اصلا خوب نیست. ببخشید حالا ما چیکار میتونیم بکنیم که علی موقتا آزاد بشه؟ وثیقه میتونیم بذاریم؟ اون دیگه نظر قاضی پرونده است. اگه رضایت خانواده‌اش رو جلب کنیم چی؟ بعید میدونم اونا به این راحتی رضایت بدن. اگه وضعیت علی رو بدونن ممکنه نظرشون عوض بشه. اتفاقا یه حاج آقایی از کمیته امداد اومدن، خیلی تلاش کردن ازشون رضایت بگیرن ولی نشد. خانواده اونا هم از نظر روحی در شرایط بدی هستن. خب پس جناب سرهنگ اگه ممکنه محبتی بکنید، نشونی و اسم بیمارستان رو به ما بدید، ما سعیمونو بکنیم بلکه بتونیم راضیشون کنیم. مصدوم تو بیمارستان دی بستری تو بخش ICU، اسمش آقای کاویانیه. به هر حال هر کاری میکنین زودتر به نتیجه برسونه. متوجه که هستی؟ بله مطمئن باشید، به هر حال اونا هم انسانن، عاطفه دارن. اشکال نداره، ما میتونیم علی رو ببینیم؟ سلام. سلام علی جان، من افشاریم. اون بنده خدا تو پیاده رو یهو پرید وسط خیابون، داشت با موبایل صحبت میکرد. همه چی انقدر زود اتفاق افتاد که من نتونستم هیچ کاری بکنم. یهو خوردم بهش، لعنت به این شانس. نمیدونم والا دارم میرم نماز، یه تلفنی هم میخوام به بچه ها بزنم. شما کاری باشون نداری؟ نه ولی بهشون بگو که از اینجا میریم بیمارستان، یه وقت نگران نشن. علی جان خبر داری اون پسری که باش تصادف کردی ضرب مغزی شده، الانم تو اغماز؟ آره همون موقع که خوردم بهش سرش خورد به جدول، گوشش خون اومد، قیافش هنوز که هنوز جلو چشامه. آدم خانم، میگن خیلی از اونایی که میرن تو اغما برمیگردن حالشون خوب میشه. خب شاید اینم خوب شد. زندگی و مرگ دست خداست علی جان. اگر انشالله عمرش به دنیا باشه یه وقت دیگه دو روز دیگه با پای خودش از بیمارستان اومد بیرون. اگه خدا نکرده طوریش بشه وقت با من چیکار میکنه؟ نه امید نه شما در ناشکری هم نکن، هرچی قسمت باشه همون میشه. از رنگ و روت هم معلومه چیزی نخوردی. بیا. ای کاش من جایو میرفتم تو اقما. تو تموم این سالایی که بهم کمک میکردین دوست داشتم ببینم قیافتون چه شکلیه. همیشه تو ذهنم قیافتون رو مجسم میکردم. چند سالتونه؟ چه شکلی هستی؟ حمید خان چه شکلیه؟ آبجی مریم وقتی منو ببینه چی میگه؟
سالها با رویاتون با رویای خانوادم زندگی کردم. آقای میلانی میگفت اگه میخوای ببرمت پیششون باید تو کنکور قبول شی. شدم. قرار بود آخر همین هفته بیایم پیشتون که این اتفاق افتاد. من اصلا نمیخواستم اینجوری با شما روبرو بشم. نه خیر، کار خاصی نداشتم، اومده بودم ببینم تو. واقعا از پیش آمدی که شده خیلی ناراحت شدم. حالا مامانا رفتن بیمارستان، بلکه بتونن رضایت خانواده طرف رو بگیرن، علی رو آزادش بکنن. در سن با گفتش که طلب این آقای مهندس هم بدین دیگه، ممکنه بخاطر باشه حتما. حالا چرا شبونه رو افتادن رفتن؟ خب میذاشتن فردا صبح میرفتن. این بچه نمیتونه تو بازداشت بمونه، ناراحتی کلیوی داره ها. به هر حال هر کاری که از من ساخته است در خدمتم. اگه فکر کنید بودن من تأثیری داره، من همین الان بیام خدمت شما بیمارستان. یاد بگیر ببین چقدر باطف است. خداحافظ شما. آقای مهندس بفرمایید، افطار از دهن افتاد. خیلی ممنون، متشکرم. راستش من انقدر تحت تأثیر قرار گرفتم که دیگه هیچ نمیتونم بخورم. من این آقا رو اینجا ندیدم. حالا ما خودمونم تا حالا ندیدیمش، ولی میدونین یه جوری یه احساس خاصی بهش داریم، مثل برادرمونه و احساس هم میکنیم که رفته مسافرت. همیشه برامون نامه میده، منم جوابش میدم. یه دفعه یادمه نامه فرستاد، جوابش دادم، منتها جواب نامه با کاغذام قاطی باتی شد. بعد اول جواب نامه یه داستان کوتاه کودکان براش پست کردم، برام جواب نوشت که داداش من 18 سالمه، تو اون وقت برای من شنگول منگول میفرستی؟ ولی من دیدمش، اون عکسشو برای من نقاشی کرده و فرستاده. اینا هاش، این مثلا منم، اینم امو علی. دیگه این منم، اینم امو علی. خب من دیگه باید برم. راستی من واقعی اصلا عرض کردم به شما، عرض کنم هر ساعتی که شد تعارف نکنید. اگه کاری از من برمیاد خواهش کنم من زنگ بزنید. ممنون، قربون شما. خدا نگه دارم. خانم مریم، من هنوز منتظر اون نقاشی که به من قول دادین هستم، اما پیش پرداختم آزدن پرداخت کنم. ای با این حرفا چی آقای مهندس، اتفاقا شروع کردم، فکر کنم تا آخر هفته دیگه هم تموم شه. به 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 به، خواهش کنم. منم با اجازهتون برم پولو بیارم، یادم رفت براتون بگم. خواهش می‌کنم. ببخشید. عجله‌ای نیست. نه بابا این حرفا چی؟ بابا شما. سلام. سلام، چطوری؟ چه گرفتاری شدیم ما. سلام علیکم. سلام علیکم آقای مهندس، از این طرف ها قربان. مهندس سر باید افشاری بزنم. نیستی محسن خان؟ هستیم در خدمتون. ما که فعلا روزی 10 بار داریم میریم جاده صابه برمیگردیم، شدیم راننده آژانس. من نفهمم آخه آدمی که نه تا بار کسی دیدتش، نه ارتباط فامیلی با ما داره، چرا بنده باید برم دنبال کارش؟ وای نگو تو رو خدا محسن خان، خب طفلکی گناه داره، بی کس و کاره. خیلی تو این شهر گناه دارن. آقا جون باید بیفته دنبال کار همه. سلام. سلام آبی جون. آقای مهندس ببخشید دیر شد، اینم 2 میلیون بابت خرجی که شما لطف کردین اصفهان انجام دادین. عجب بابا. باشه من باقی افشاری حساب میکنم، ما حساب داریم با هم دیگه. باشه. وای تو رو خدا تعارف نکنین آقای مهندس، تو همینجاش هم واقعا شرمنده شمایی. بله واقعا. خواهش میکنم، ما خود حساب داریم، با خودش حساب میکنم. ببخشید یه لحظه اجازه بدید. شما توی اصفهان بابت چه چیزی هزینه کردی؟ مگه تو نمیدونی اصفهان چی شد؟ نخیر. بابا آقای مهندس فرزاد که حالش بد شد بردی بیمارستان، آقای مهندس لطف کردن، بزرگواری کردن، واقعا منت سرم گذاشتن. از جیب خودشون 2 میلیون هزینه بیمارستان مهندس فرزاد رو پرداخت کردن. و واقعا مریم، اگه ارتباطات آقای مهندس نبود، این زمین حالا حالا ها فروش نمیرفت. بله واقعا. حالا خواهش میکنم که بفرمایید. به هر حال قابلی نداشت. باقی حرفا چیه؟ نگه دارم میچون. میگه قرار خرج بیمارستان یکی دیگه رو ما بدیم. خودش میاد بیرون پولش بس میده. موسی خان.
در این ارتباطات باید این پولا رو داد. اون آقای مهندس به خاطر ما آمده بود اصفهان. به خاطر ما هم سکته کرد. حالا شما برو پول ازشون بگی بده باقای افشاری. حمید خان خدا در میام خدمت. خواهش می‌کنم. خدا بشم. همینجون شما برید تو افطار بکنید. من میرم با مهندس تجرده. کجا؟ کار دارم بود. چه چه بازی باز راه انداختی؟ فیلم جدیدته؟ زرنگ بودم 2 میلیون گرم آمده. به تو چه مربوطه؟ ببین بهمن، یه بار دیگه باهای زرنگ بازی در بیاری از این خانواده پول تیغ بزنی به مرگ مادرم زایعت میکنم. به تو چه مربوطه؟ بعد همه با کاملی قرار داریم. برو اینا بپیچون ببریم. صاحب خون دیگه کجا؟ یه تو الان رد کن بیا. من قرارمو برای اینجا نبود. تو که میخواستی منو زایع کنی به جون مامانت که؟ حالا ولی من یه غلطی کردم. اینجا که نمیشه بی تو آشو بدن. خب جون نشه. من هم استوام. خودو. سلام خانم. سلام. سلام. خسته نباشید. شما تو این بخش بیماری به اسم کاویانی دارید؟ علی کاویانی، همون آقایی که تصادف کرده. بله. اسمش علیه. تو آی سی یو بستری. ملاقات هم که میدونین تو آی سی یو ممنون. حالش چطور الان؟ زیاد تعریفی نداره. تو اغماس. شرمنده. ما در واقع میخواستیم یکی از همراهاشو ببینیم. از بستگانشون کس اینجا هست؟ پدرش از لحظه‌ای که آوردنش از اینجا جمع نخورده. اونها اونجا نشست. خانم دکتر امامی به بخش اطفال. سلام آقای کاویانی. خسته نباشی. ممنون. ما همه برای سلامتی علی آقا دعا میکنیم. بلا دوره انشالله. شما؟ ما در واقع پدر مادر علی صفاجو هستیم، همون جوونی که با پسر شما تصادف کرده. اما آقایی که از کمیته امداد اومد گفت پدر مادر نداره، یتیمه. پس دروغ بود همهش. نه، ما در واقع پدر مادر واقعیش نیستیم، کفالتش به عهده ماست. اون بنده خدا هم دروغ نگفته به تو. حالا چی میخواین؟ اگه بشه یک کمی گذشت. گذشت؟ گذشت از چی؟ احترام خودتون رو داشته باشید. بفرمایید. شرمنده، یه لحظه به عرض بنده توجه بفرمایید، بعد زرکم میکنیم. چی میخوای بگی آقا؟ میخوای بگی من بیام رضایت بدم بیاد بیرون بزنه یه خانواده دیگر رو بدبخت کنه؟ باور کنید آقای کاویانی، ما حال شما رو میفهمیم. فقط دلمون میخواد شما هم وضع اون بچه رو درک کنید. اون کلیه‌هاش نارسایی داره. اگه مجبور شه توی بازداشتگاه بمونه اون وقت براش خیلی خطرناکه. من چه خانم؟ اون موقع که سوار موتور تو خیابونا ویراج میداد حالش خوب بود. حالا که زده بچه منو به این روز انداخته حالش بد شد. اینجوری ها نیست آقای کاویانی. پسر شما ناغافل پریده وسط خیابون، داشته با تلفن همراهش حرف میزده، حواسش نبوده اصلا. حت برید دعا کنید که حال بچه من خوب شه. اگه یه مو از سرش کم شه انقدر موتو نگهش میدارم تا ببوسه. یکم رحم داشته باش مرد. پسر منم یه جوونیه مثل پسر شما. بس کن دیگه آقا، یه موی علیه من میارزه به صد تا جوونه مثل. بفرمایید آقا، بفرمایید راحت هم بزنید. آقای محترم، شما نظم اینجا رو به هم ریختی. بفرمایید بیرون لطفا. یعنی دیگه بریم؟ نمیدونم. روی این حساب دیگه کاری نمیشه کرد. این بابایی که من دیدم به این آسونی ها رضایت بده نیست. نمیشه یه پولی، وثیقه ای، سندی، یه چیزی گرو بذاریم موقتا بتونیم علی رو بیاریم بیرون؟ همه راه ها رو من پرسیدم. اول باید وضعیت مصدوم روشن باشه. اولیای دم باید رضایت بدن. این همه راه ها رو من پرسیدم. سرهنگ کلانتری اینجوری گفت به من. خیلی پس شما همینجا باش، من برم بلکه بتونم آدرس رو گیر بیارم. کجا؟ بابا جان، نمیتونیم که همینطوری دست رو دست بذاریم بشینیم سر جامون. بالاخره اون مادره. شاید بتونم باش صحبت بکنم، دلش به رحم بیاد، با شوهر حرف بزنه، راضیش کنه. بابا
مادرت خبر نداره کامرانی با تو چه گاداره، یا داری زیر رو میکشی؟ بابا عجب آدمی هستی تو، حالا باید پولشو میخواد. مگه تو نگفتی چه که واسه سه ماه دیگه؟ تو گفتی من بهش گفتم. من بهش گفتم، حالا بریم پای میریم چی میگه آخه؟ به همه این یارو کامرانی خطرناک ها، این تا زهرش رو نریزه ول نمی کنه. آخه یه کار کن، پاشه بره پیش دربندی بدیم این چکر رو خورد بکنه، این 5 میلیونش هم بندازیم جلوش، بذار بره به کارش دیگه. محسن جون بریم پایین ببینیم چی میگه. خب اگه مندم خیلی وارد جزئیات شد خودم قیچش میکنم. بعدم این آدم هیچ چیزی خبر داره نمیشه باید سرشاخ شد. باشو بهمه من بفهمم تو دستت با کامرانی تو یک کاسه اصلا گرفته میشه. بابا عجب آدمی هستی تو، میگم مرگ تو. بره پایین. یا تو من رد کن بیاد با تو. حالا بعدم بهت میدم. باشه ببین تو جونم من اذیت نکن دیگه بابا جان. میخواستم گم کنی. نه گم کنی چی؟ تو من که نگفتی بهت میدم تو ماشین. بده دیگه. حالا فردا صبح بهت میدم. من کار دارم. خرج نکنی. نه بده من. بعد ببینم. میخواستم گم کنی بابا عجب آدم. بیا. قایمش کن. بیا پول گیرم خندید. کلا گلش چکو. باشه بریم. آقا جون پشو بریم اون بابا اینا شام کشیدن زشته. من با اونا قهرم، تو دلت بخواد بفرما. آخه چه موقع قهر کردنه بابا؟ موقع که صادق خان مفلس بوده 8 کیلو نوش بود، شما چترت اونجا باز بودمش. الان موقع قهر کردنه، حالی که پول دار شده پول پله رسیده. پشو پشو بریم. من خودم خوب میدونم کی قهر کنم کی آشتی کنم. حالا مثلا قهر کردین چی گیرتون میاد؟ نتیجه چی؟ من بدونم. حالا وقتی اومدن مننت کشی منم شرایطم رو میگم، بعد لنگه اون خونه که از خودتون گرفتم آسمان بگیرم. آقا جون میدونی بالا شهر آپارتمان متری چنده؟ خب چه میدونم، یه خونه رنگ کنن یا یه پول قلمبه یادم به ما، یعنی بدم به من کارکاسی بیرا بندازن. هاجر خانم هم یادت رفت دیگه. بیکارم دنبال درد سر بگردم. هاجر خانم و سه تا بچه، وقتی از شما بالا شهر یه خوبشو پیدا میکنم بی فرقه. ما هم که قاقیم این وسط. آره آره، یعنی نه، تو باید خودتو تو این پول و پله ها قاطی کنی. قاطی پول و پله؟ یعنی چی؟ افشاری که بلد نیست پولش چجوری استفاده کنه. تو عمرش هم غیر از پشت میزنشینی هیچ کاری نکرده. دیر به جنبی مهندس و داماده زدن تو گوش پولا رفته. بدم میاد این مهندسه، به هر بهانه ایم هر روز پول میشه میره خونه هم میده. همین دیگه، تو باید یه جایی جور کنی افشاری اونجا پولش سرمایه گذاری کنه، خودت هم برا سرش واسی. اون وقت چی؟ میشه رفت گفت سامانه کن. با دفت خالی که سراغ یه همچی دختری نمیشه رفت خاص خالی کن. بس میگی آقا جون. خب چی کار میشه کرد؟ ملک، بهترین جای سرمایه گذاری ملک و مزگنه. تو هم یه مدت پیش اون آقایی چی بود کار میکردی؟ متانت. متانت یه چیزا یاد گرفتی. بگرد یه پروژه خوب گیر بیار بچسب به تنت. سلام آقای جون، براتون غذا آوردم. خیلی ممنون، من اشتها ندارم. حالا اشکال نداره، من میذارم همین جا هر وقت خواستیم بخوریم. من که نمیخورم، ولی واسه هر کی آوردین این خیلی کمه. ضمناً به مامانت بگو با نصف بشقاب غذا من خام نمیشم، بعد بیان ازم عذرخواهی کنن. به باباتم بگو خیلی ازش دلخورم. دایی جون من که اصلا در جریان نیستم، بابا مامانم هم الان خونه نیستن. این غذا را راستش سوسن داد من بیارم. مامانت کجا رفتن؟ گفتم دیگه آقا جون، رفتن دنبال کارمون پسر علی. کاش یکم بیاد بزنه به ما، شاید یه نفر پیدا شه بیاد حال من پیرمردو بپرسه. او خدا نکنه دایی جون، چه حرفیه میزنی؟ عیاض بریم شام یخ کرد. چنگیز خان دست درد نکنه، قیمه هم این قرمه سبزی خوشمزه شده. نوشه جونت آقا مهندس، قابل شماره نداشت. آقا محسن حال کردی؟ بله بله، من 20 سال دارم این چنگیز رو تحمل میکنم فقط واسه دست پختش. خودش میدونه، بهش گفتم اگه همچون هنری نداشت 100 نفر تاله رفته بود. شرمنده اون میکنی آقا کامرانی. میگم چنگیز خان اوتو کشیدم این آشپزیت میمونه؟ ایوالا میگم اون کت شلوار من یه اتو بهش بکش، اون پیرهن سفیده هم تو اون سبده است، اگه نمیسوزونی اون هم یه اتو بکش. رو چشم آقا مهندس، ببین اصلاه ترتیبشو میدم. خب آیه کامرانی بریم سر اصل مسئله، من باید زودتر برم برونت. کجا بریم؟ اگه میذارم دوره هم هستیم. حالا یه آشی نریم بهتره. زارن شما راست ما رو ببینید، من نمیدونم را واسه چی دیدار دوستان که دلیل نمیخواد برادر من. میخواد؟ نخیر. حالا اگه شما هم خوردیم بفرمیم.
خب چه خبر از افشاری؟ داره با پولا حال میکنه؟ آره پولا که والا یه راست رفته تو حساب خام جان افشاری که کاره نیست. خب حق دارن دست این آدم پول ندن. پول که گیرش بیاد سر سه سود همه رو خیرات میکنه. عقل معاش درست حسابی هم که نداره. والا آقا دو سه تا کار نوناب دار به پستم خورده. آدم بود شریکش میکنه. بدونین که آقای افشاری یعنی اینجور کارا نیست. بابا شماها باید به فکرش باشین. یه کار نونابدار براش را بندازیم، پولش اجازه سرمایه کنین، کاری تولیدی، گاوداری، مرغداری، یه کاری براش کنین پولش سوخت نشه. از اون سود پول هر کاری دلش خواست به هر که خواست خیرات. چی شده کامرانی شما حالا دلسوز آقای افشاری شدی؟ حالا بفرما خوبی کن بابا، من دلم براش میسوزه واسه خودش دارم میگم. آقا کامرانی یه سوال میپرسم رو راست جواب بده، چه نقشی داره واسه افشاری؟ آقا من دلم برای شما دوتا میسوزه، این همه کار کردین جون کندین سرتون بیکلا داره میمونه. جمشین یه کاری براش را بندازین، خودتون هم بغل اون چیزی ببرین، کارخونه مرغداری بابا چه میدونم یه گاوداری چیزی براش بخرین، خودتون هم وایسین بالا سرش کار کنین. بعد میگن آقا جون میبخشی ها، چرا گاوداری خودتونو بهشون نمیدی؟ دست یه آشنا بیفته بهتر از اینه که دست غریبا بیفته. از خدامه چنگیز جان، از خدامه، شما راضیش کنین؟ چرا که این نبره، والا رفیقمونه دیگه. شما گاوداری داری؟ گاوداری داریم. پس چی؟ چند سال پیش همین چنگیز گذاشت گردن ما، این گاوداری رو خریدیم. الان دیگه حوصله یه اداره کردنش ندارم، گذاشتم بفروشمش. آقا تومن به تومنم سود داره. اگه سود داشت که آقا شما نمیفروختنش که قربونت برم. راستش دروغ نمیتونم بگم، حوصله اداره کردنش ندارم. آقا سن و سالی دیگه از ما گذشته، هر روز که نمیتونم برم شهریار کرج برگردم بیام اینجا که، بچه‌ام که ندارم بسپرم به اون. ماشاءالله افشاری یه پسر بزرگ داره، شماها دور برشین، اون عیاض و پرویز آویزونشان، یه عالم آدم داره میتونه ندارش کنه. یعنی شما مطمئنی که گاوداری سرپاس مشکلی که نداره که؟ آقا مهندس جون 2000 متر زمین داره، سوله داره، دستگاه داره، از همه مهمتر 50 تا گاو گردن کلفت گوشتی هم داره. بفرما اصلا همون مجوزش کلی میازه. بفرمایید بریم مجوز بگین اگه تونستین. آقا ندیده معامله نکنین، کارشناس بیارین قیمت بذاره بخره. سر کله دادن با گاوام سخته ها. آقا کامرانی شما که به قول خودت میخواین گاوداری رو بفروشی که از شرش خلاص شی، آیا افشاری هم که خب این گاوداری داره میخره، خب این وسط به ما چی میرسه؟ ده متوجه نمیشی، من اونجا رو 3 سال پیش 400 میلیون نقد پول دادم، کاری به این تورم مبرم این حرفاش هم ندارم. شما 400 میلیون بدین به من، هر چقدر تونستین به افشاری بفروشین بفروشین، مفت چنگیتون. منم بعد از معامله میذارم میرم، کاری به کار شما ندارم که. آخه ما چجوری بریم به افشاری بگیم که بیاد گاوداری شما رو بخره؟ نمیگه آخه شما چجوری با هم ارتباط داری؟ اینم حرفیه. اون که اصلا خبردار نمیشه بابا، ما میزنیم به نام یکی دیگه، افشاری با اون معامله میکنه. اونش قابل حله، فقط باید یه جوری افشاری راضیش کنی. اونو دیگه خودت اوستایی به من جون، هر چوری که تا الان اومدی با همون فرمون برو جلو. تو حرف بزنی افشاری رو چشمش میذاره، نه نمیگه که. بله درسته. نمیشه که بهمن جون که قربون شکل، آقا علکی که نیستش که، الان آقای افشاری درگیر ماجرای علیه، اصلا نمیشه باش حرف زد. آقا اینم درسته. آقا حوصله داری افشاری به خدا؟ به هر حال ما یه گاوداری داریم گذاشتیم واسه فروش، افشاری نخره مفشاری میخره، اما سر شماها بی کلا نمونه ها، من گفته باشم خودتون میدونی. مامان جان آدرس رو برداشتی؟ آره مادر جون برداشتم. ده مادر چادر تو سر کن، راه بیفته که الان راه میفته میره طرف بیمارستان، ما میمونیم. من آمادم بریم. تو من نمیای. دلم میخواست بیام ولی با آرام قرار گذاشتم، میخواد با حمید مذاکره کنه. چرا باز دوباره چیزی شده؟ چه میدونم الان چند نفس آرام زنگ میزنه، حمید خان تحویلش نمیگیره، اونم دلخور شده. بعدم که این وسط شدم سازمان صلح جهانی. من نمیفهمم اینا کی دستمو میگیرن برن سر خونه زندگیشون، دیگه اصلا ما رو خورد کن. دو سه روز میخوام برم مانتو بخرم، وقت نکردم. حالا شما کی برمیگردین؟ معلوم نیست ما کارمون کی تموم بشه. چه تو مگه؟ پیگاهو چی کار کنم؟ اصلا به من چه پیگاه؟ خود ببرش دیگه، اونم سرش گرم، چه کاری بهت نداره که. ببین ماما این کیه؟ بابا داره صحبت میکنه؟ اینم از همون شاهکارهای بابا جان محترمتونه، رفته ضامن یه کسی شده. یارو هم قسطاشو نداده، پیداش هم نیست، حالا طلبکاره اومده یقه باباتونو گرفته. حالا طلبش چقدی هست؟ حدود 500 تومن. 500 هزار تومن؟ 500 هزار تومن که چیزی نیست، همچی بندازین جلوش بره پی کارش. نمیدونم والا چی کار کنم، نمیدونم کجا پیداش کنم.
من به این حرفا کاری ندارم آقا، من پولمو میخوام. مگه این امضای شما نیست؟ چرا آقا جون، من که منکرش نشدم، این امضای منه. ولی من خواهشم اینه که شما یه فرصت کوچیکم به این بابا. چقدر فرصت بدم؟ آقا قسط اول داده، رفته پی کارش، نه جواب تلفنو میده، نه میشه گیرشو برد. خسته شدم بابا. آقا حیف که من با اینا قهرم، اگه نه پولتو میگرفتم بهت میدادم. 30 دفعه بهش گفتم صادق امضا نکن، مسئولیت داره، مگه به خرجش رفت؟ آقا این قضیه کوچیکتر از اونه که بخوایم انقدر سر و صدا کنیم. طلبتون چقدر میشه؟ من 600 تا بوده، 100ش داده 500ش مونده. خودکار بدی من چکشو بکشم. نه معذرت، بس بزنین چک پول بدم. شرمنده، من الان میام خدمت. چی آج؟ این پول این آقای بدیم بره دیگه. اصلا تو چرا باید بدهی یکی دیگر رو بدی؟ بابا جان بهش بگو بره بگرده پیداش کن از خودش بگیره. راست میگه دیگه بابا جون، این آقای فهمیده شما پول دار شدی، خودش راحت کرد، بعد بره دنبال اون بدهکاره، نه شما. نمیدونم والا، خودم هم زله شدم. از این بعد پشت دستمو داغ میکنم که زامن هیچ کسی نشم. یه بار دیگه بگنم این خود کنن. بیا آقا جون، این 500 تومنت صادق خان شما چرا؟ من حساب میکردم. از دست ما در خود نشو آقا، ما خودمون گرفتاریم، بعد کردیم به رفیق شما پول قرض دادیم. آه پولتو گرفتی دیگه، ناله نکن، بفرمین. آقا عیاض یاد بگی، مردم یک قرون دوزدارشون حساب کتاب داره، نه مثل بعضی مالشون آتیش بزنن. منی؟ من داشتم یارو سیا میکردم و من 500 تومنم کجا؟ با اون کسی هستم که خودش میدونه. آدم اول به دوروبریاش میرسه، بعد به غریبه ها. بابا ویلکم پرویز خان، من خودم هزار جور کار گرفتاری دارم، دست سرم بردا دیگه. بابا جون. چی میگی بابا جان؟ شما نمیای؟ نه من کار دارم، شما برین به اون طرف رو ببینین باش صحبت کنین، شاید اصلا من نباشم درستر باشه. درزه مهندس داره میاد اینجا، فکر میکنم تو راه. اینا ولش میکنم برام میشه میاد اینجا، من نمیدونم چی کار داره. من از همونجا به تلفن میکنم، اگه انشالله تونسته باشم کاری بکنم خبرش میدم، خودت دیگه یه راست بری کلانتری. دایی جان زیر بار دیه نرین یه وقتا، حتی یه قرون هم ندین. حیف که من با اینا قهرم، اگه نه خودم میرفتم کارا رو درست میکردم. دایی جون چشم چشم، خدافظ خدافظ همگی. شما کجا شال و کلا کردی؟ دیگه برنامه های مریم خانمه، داره منو به زور میاره یه جایی، وگه نه من نمیخواستم برم. مگه قرار نیست مهندس بیاد اینجا؟ مگه قرار نیست شما باش مشورت بکنی بابا جان؟ هرچی مهندس که بابا قبوله، فقط چیزی بگم لطفا، این تعطیلات تموم شد یه ماشین برام بخریم، من دیگه مردم اقعا پول آژانس دادم. خدا شانس داده اتوبوس دو طبقه به زور سوارش کرد، حالا ماشین میخواد. بابا جون ما دیگه داریم میریم، مریم بریم، فقط پگار چیکار میکنی؟ مجبوریم با خودمون ببریمش، نمیتونیم تنهاش بذاریم که. ای بابا، خب یه بیبی سیتر براش بگیرین دیگه. چی؟ پرستار بچه منظورم. چه با کلاس شده؟ بیا بریم آژانس منتظره. خداحافظ. ای داد. صادق خان یه مسئله است که من خیلی وقت همجی میخواستم بهتون بگم، خیلی مهمه، ما چون با هم یه خانواده ایم. ببین عیز آقا جان، من را ذهنم خیلی مغشوشه، باشه برای یه وقت دیگه. خب باشه، رو چشم. باشه پس، ولی بعدا حتما مزاحمتون میشم چون خیلی واجبه. فکر کنم همین ها، یه دقیقه پلاکشو نگاه کنی ببین درست. بله درست، خودش. ماما فقط من یکم نگرانم دوا نشه. بابا جان نگرانی نداره، دونو خورخوری که نیستن، سخت هست بله، ولی بالاخره آدمی زادن حرف حالیشون میشه. ما وضعیت علی رو همونطور که هست براشون میگیم، انشالله خدا کمک میکنه دلشون برم میاد یه فرجی میشه. خانم کاویانی، ما خودمون میدونیم که الان وقت مناسبی نیست، ولی باور کنید چاره دیگه ای نداشتیم. دور از جون پسر شما، یه جوون الان گوشه زندان داره آروم آروم میمیره، برای اینکه مریضه، بی کس هم هست.
اجازه بدید موقتا از اون تو بیاد بیرون. قانون خودش جزاشو میده. مطمئنن به اندازه تقصیرش مجازات میشه. ولی با این حالی که الان داره موندنش تو زندان براش مجازات خیلی سنگینیه. ببینید خانم کاویانی، ایشالله که پسر شما تا چند روز دیگه به هوش میاد و به سلامتی برمیگرده سر خونه و زندگیش. اگر تو این مدت بلایی سر علی ما بیاد شما خودتون میبخشین. ببینید خانم کاویانی، من بهتون قول میدم هر ضمانتی هم که بخواین بهتون میدم، علیو هر جایی، هر لحظه‌ای، هر محکمه‌ای که خواستین بیارمش. باور کنید اگر از شما بیشتر ناراحت نباشه کمتر نیست. خودش از غصه اتفاقی که افتاده داره آب میشه. چی شد؟ موفق شدی؟ من که بهتون گفتم فایده ای نداره. از روزی که علی تصادف کرده تا امروز با هیچ کس حرف نزده. شاید هم اصلا متوجه حرفای شما نمیشه. خواهر علی داره از بیمارستان میاد. ممکنه یه چیزی بگه، کدورتی پیش بیاد. اگه لطف کنین تشریف ببرین ممنون میشه. بله چشم. خب دیگه بگو حال احوالت چطوره؟ چقدر کم پیدایی؟ من که دائما باهاتون تماس میگیرم. شما مثل که سرتون خیلی شلوغه. دانشگاه هم که اصلا نمیای دیگه. آره باور کنیم مدت خیلی سرمون شلوغ بود. در جریان هستی که؟ بله، از لباس پوشیدن اون آقایی که بغل دستت نشسته مشخصه. خوب حال مامانت چطوره؟ آقای ادیب چطورن؟ خوبن؟ مریم جان ببخشین، شما نمیخواین پیگا جان برین یه سرسرهی سوارشن، یه تابی، یه نخودسیایی چیزی؟ پاشو پیگا جون، پاشو با هم دیگه بریم تاب بازی و نخودسیارم بدنشون میدم. پاشو بریم. خب من حاضرم، فقط اگه ممکنه کم سریع بگین چون من عجله دارم باید برم جایی. من یه هفته است دارم به تو زنگ میزنم. یا سر زمینی، یا تو محضری، یا کسی پیشته، یا وقت نداری. اینم طرز برخورد الانت. مگه حرف بدی زدم؟ میگم یعنی زودتر اون سر اصل مطلب. مطلبی نیست. اگه عجله داری میتونی بری. نه کجا میخوام برم بابا، شوخی کردم حسن. خب خوب هستین؟ ما رو نمی‌بینی؟ خوشین؟ چطورین؟ بابا جان من یه هفته است می‌خوام یه خبر به تو بدم. تو اصلا اجازه نمیدی. خوشم. حالا چرا ناراحت میشین؟ به خدا خیلی گرفتار بودم، ببخشین. حالا نمیخوای بگی چی شده؟ با بابا بزرگ صحبت کردم. هم با ازدواجمون موافقت کرد، هم روز عید فطر رو با سخت کنونمون تعیین کردن. تعیین کردن؟ پیشنهاد کرد. تو خوشحال نیستی؟ چرا؟ چرا؟ خوشحالم، فقط به نظرم این روز عید فطر واسه عقد کنون خیلی زوده. حالا چه عجله ایه؟ چه عجله ایه؟ انگار تو همه چی پاک یادت رفته. نه یادم نرفته، متوجهم هستم، ولی منظورم این که باید بهتر باشه. یعنی یه زمانی من بدی که من یه کاری برای خودم راه بندازم، یه خونه، یه چیزی، یعنی با چی میگن انرژی کامل بریم سر زندگیمون. حالا لازم نیست ما از اول بریم خونه خودمون. یه مدت خونه مامانم زندگی میکنیم، بعد سر فرصت. ببخشید اصلا این پنبر از گوش درات. ببین من اول اصلا داماد سرخونه نیستم که، هیچ ابدا. دوما اون شرطی که بابا بزرگت موقع بیپولی ما گذاشت خرید خونه، اونو حتما باید انجامش بدم. سوما من راستشو بخوای میخوام برم یه جای آرومی زندگی کنم. خونه شما یه خورده وسط شهر شلوغه، نمیتونم. بشین اینجا، بشین اینجا. قرص و دوا تو آوردی؟ بودو بودو بهتر شدی؟ الان خوب میشی، الان خوب میشی. آرام کو رفت. رفت؟ کجا رفت؟ چه میدونم رفت.
حتما بهش چیزی گفتی بازش برخورد گذاشت رفت. حرف بدی نزدم. گفت آقای عدی مشخص کرده عید فطر عقدمون باشه. گفتم من آمادگی ندارم. هر وقت آماده بودم خودم بهتون میگم. چه حرفی زدی به دختر مردم؟ خب معلومه تاریخ اینجور چیزا رو بزرگترا تعیین میکنن. من آدم نیستم. بعدم اگه لیلی به لالا این آرام نذار. من خودم میدونم با این خانواده چه جوری تا کنم. حمید مثل اینکه راست تو قاطی کردی. اصلا خودت هم نمیدونی چی میخوای. ببین مریم، ما یه نقطه ضعف داشتیم، اونم بی پولیمون بود. حالا چرا باید به اینا باج بدیم؟ حالا نوبت منه بازی دره. یادت چیا میگفتم وقتی بی پول بودی؟ خونه بخره، این کارو بکنه، اون کارو بکنه، شغلش چیه، کارش چیه؟ میدونید این دوست من یه گاوداری خرید 3 سال پیش 600 میلیون تومان. الان که میخواد بره امریکا به من پیشنهاد کرد تو بردار، ولی با همون قیمت 3 سال پیش. من بهش گفتم من الان اینقدر پول ندارم که بخوام اونجا رو بردارم. یه دفعه فکر شما افتادم، گفتم شما بردارین، شما که میخواین یک کاری سرمایه گذاری کنین، پس چه کاری بهتر از این کار؟ آقای افشاری حالتون خوبه؟ شرمنده. من یه خورده حواسم پرت این بچه هست، عالمینه رفتن با طرف صحبت کنن ببینن میتونن رضایتش رو جلب کنن. منتظر تماسشونم. شرمنده میفرمودید؟ عرض میکردم شما صلاح نیست که این پول رو همجوری راکت نگه بدارید. میدونید برای اون هدفی که دارید تولید کار بکنید، وقت از سودش بر کسی که میخواین کمک رو کنید. واقعیتش من هنوز فرصت نکردم با بچه ها مشورت کنم. بالاخره اونا هم برای خودشون برنامه هایی دارن، ولی 100% با کار تولیدی که شما میفرمایید موافقم. از این خوشم میاد که یه سری شغل ایجاد میشه و یه عده میرن سر کار دیگه. احسنت. ایجاد شغل آقا ثوابش از هر کاری بیشتره. برای همین من به گاوداری علاقمند شدم. میدونید قرار بذارم ببینیم اونجا رو. ببین بهمن جان، شرمنده مهندس جان، این روزا من یه کمی آشفتم. میدونی همه فکر و ذکرم علیه. خب آقا اون در آینده حل میشه دیگه. ببین یا رضایت میگیریم یا دیاشو میپردازیم، از دو حالت که خارج نیست. نمیدونم والا، برای اون پسرم که تو بیمارستان اونجور بیهوش افتاده ناراحتم. شما هنوز پدر نشدی، نمیدونی پدر بودن یعنی چی. یه خراش که رو دست بچه میفته ها، دل این پدر مادر ریش ریش میشه. بله خب اینم حرفیه، ولی حیف اینجا دستمون بره. حالا میخوایم من قرار بذارم شما اوکی بکنه رو بعد همینه اونجا رو میبینیم.